بازی‌های زیبای روز دوم مسابقه خلاقانه شطرنج فیشر آلمان با حضور بزرگان دنیای شطرنج. خانم ها و آقایان، خوش اومدید به کانال لذت شطرنج. بازی اولی که قراره با هم دیگه ببینیم، بازی علیرضا فیروزجا در برابر وینسنت کیمر هستش. بازی‌های علیرضا رو در روز اول دیدیم، از 4 تا بازی 2 امتیاز گرفت، بازی دور پنجمش رو هم مساوی کرد، 2.5 از 5 نصف امتیازات رو گرفته و حالا دور ششم مقابل وینسنت کیمر آلمانی بازی داره. بازیکنی که پدیده مسابقات بوده، با کمترین درجه بین‌المللی و ضعیف‌ترین بازیکن مسابقات نفر اول مسابقات الان، یعنی توی حضور این همه بزرگ دنیای شطرنج شاهکار کرده و در صدره. حالا علیرضا مقابل وینسنت کیمر بازی داره. شطرنج رو هم که می‌بینید دیگه، صف مهره کلا به هم ریخته، فقط شاه جاهش درسته برای هر دو طرف. این شکل شطرنج خلاقانه فیشر که دارای 960 حالته و به صورت اتفاقی توی گردونه میچرخونن، یکی از این حالت‌ها میاد و 15 دقیقه قبل از بازی بازیکنان خبردار میشن، یکم فکر میکنن، دیگه تئوری و اینها حساب نیست، خلاقیت و قدرت شطرنجی مهمه. بریم بازی رو ببینیم. توی این نوع شطرنج مثل شطرنج‌های دیگه هم باید مرکز رو بگیری، سوارهای خوبی رو داشته باشی، شاهد امن باشه. بریم ببینیم چه جوریه. سفید از همین ابتدای بازی میاد 3-4 رو بازی میکنه، مرکز رو کنترل میکنه و اولین تهدید میخواد فیلدر چفت رو بزنه، بزنه تو پیاده، بازی رو ببره. سیاه هم میگه خب، میگه منم همینطور، منم میخوام بزنم تو پیاده تو مرکز رو بگیرم. میزنه میزنه، ببینید چی میشه از همین ابتدای بازی. سفید اسبش رو بیرون میاره، دیگه میخواد رخش رو تکون بده. حالا سیاه میزنه، سفید میزنه، دیگه سیاه میاد متقارن بازی نکنه، اینجا F6 رو بازی میکنه، مرکز رو کنترل میکنه. ببینید سفید مثلا B3 رو بازی میکنه، خط فیل رو باز میکنه. باید با مهره هاتون مهربان باشید. میخواستم اینو بگم که نگفتم. E4 E5 کنترل مرکز. ببینید چیز پیچیده ای نیست، بازی رو میتونیم خوب درک کنیم. F4 سفید به مرکز ضربه میزنه، سیاه هم همین کار. حالا چیکار کنیم؟ شاهمون رو به امنیت ببریم. در شطرنج فیشر مثل همین شطرنجای دیگه، قلعه بزرگ زمانی میشه بازی کرد که شاه بتونه وارد 3-1 بشه و رخ بیاد توی خونه D1. الان مهره بینشون نیست، شاه میره اینجا، سحر و جادو نیست، شاه میره اون طرف و شاه الان امنیت داره. رخ و وزیر هم ارتباطشون برقرار شد، اسب وارد F7 میشه. علیرضا تا الان رخ رو نزد چون رخ نمیتونست فرار کنه، الان دیگه میتونه بیاد H8، پس میگه بده من رختو، با وزیر میزنه، وزیر رو میپره مرکز. سفید یکم دست بالاتر رو داره چون یکم فشار داره. مهره های سیاه هم خوب نیستن، البته اونم قلعه بزرگ میره و حالا شاهش رو به امنیت میبره، ولی یکم مهره هاش کمتر فعالیت دارن. سفید میاد ستون اچ رو میگیره، وزیرش هم جای خوبی نداره، سیاه G6 رو بازی میکنه، از C3 میره سمت خونه های مرکزی F5. وینسنت کیمر میگه خب تو فضا و مرکز رو داری، من باید اینو ازت پس بگیرم، تعویض کنیم، مهره ها رو همه چی اوکی بشه. علیرضا اسب رو میندازه D5. حالا سوال اساسی، آیا با فیل میزنید یا اسب؟ باید دقت کنین که چه مهره ای باقی میمونه. اگه با اسب بزنید، این فیل دیگه میمیره اینجا توی D5، میمیره، کشته شد، این دیگه کشته میشه. نباید، این فیل به درد نمیخوره، باید بزنید تو سر این. میزنه، حالا رو پیاده E5 رو خو میذاره E8 که بیاد توی خط وزیر. حالا اسب G3 دیگه جای به درد بخوری نداره. علیرضا میگه خب اسبو بریم یه جای دیگه. اسب E2، شاه به 7، شاه رو به امنیت میبره. F در E5 D در E5. سفید قطعا اینجا نمیزنه، بلا نسبت که علیرضا این رو بزنه، چون این خط باز میشه، مثلا اسب میره C8 و از دست میده. حالا فیروز جا وزیر رو میذاره F3 با طرح D6 کیش. حریف میگه خب D6 کیش رو بازی کن، اگه میتونی بازی کن، ولی نمیتونی چون E4 داره، با زمان میاد و بعدا با اسب D6 رو میزنه. و اینجا علیرضا به سبک خودش شطرنج رو دیگه بازی میکنه. از C3 حرکت منطقیه تو این وضعیت، شاید بعدا A4 A5 بازیکنایی که شطرنج امروزی بازی میکنن اینجوری بازی میکنن، ولی علیرضا فیروزی از این حرفا اومده بود D6 رو بازی کنه. حالا تو نمیذاری من D6 کنم، نداداش فکر کردی صدر جلول رفتی دیگه همه چی اوکیه. اسب F4 قربانی سوار رو داد، قربانی نده آروم نمیگه گیره، یعنی اینجوریه، مرامش اینجوریه. حالا میخواد اسب بشینه تو خونه E6، تبدیل به یک 8 پا اختاپوس بسیار قدرتمند بشه. وینسنت کیمر میگه به من قربانی میدی؟ میزنه، میزنه، میگه آقا اگر نمیزد میگم این اسب توی E6 فوق‌العاده قدرتمند بود، بهترین حرکت زدن. D6 کیش، صحنه بسیار حساس بازی که سیاه مرتکب اشتباه نمیشه. البته اینجا حرکت خوبی رو بازی میکنه، ولی شاه A6 هم حرکت جالبی بود توی اینجا. رخو میذاره E4، اینجا اوکی. D7 بازی میشه. ببینید فرقی نمیکرد، شاه A6 هم بازی میکرد، D7 باز میومد و چنگال رو میگرفت پیاده از رخو. از پس رخو میذاره E4 D7. حالا سیاه به این فکر کنه که اسبو بذارم D6، ولی اگه از D6 بازی کنی، بذاریم با هم دیگه ببینید، از D6 D3، خب
الان روخه آچمزه، مجبوری اسبو بذاری جی 5، سیاها رو بذاریم با قرمز نشون بدم. بعد از اینکه اسبو بذاری جی 5 تنها حرکت که وزیر رو از این قطر برداری، درسته؟ وزیر رو که از این قطر برداشت، مثلا وزیر رو میذاره اف 2 سفید. حالا حرکت بعدی رخ رو که برداشتی سفید رخ رو میکاره اچ 8. رخ و فیل رو ببینید اینجا، رخ میاد اچ 8 و پیاده توی د 8 وزیر میشه. اینا رو نمیچینم که خودتون بتونید یکم تصویر سازی کنید. پس چی شد؟ از د 6 د 3 یه بار کلا با این رنگ بنشون بدم، د 3 رخ رو نمیتونی تکون بدی چون آچمزی. اسب ج 5 تنها حرکت، وزیر میاد اف 2، رخ رو باید تکون بدی. حالا رخ مثلا میره ای 7، رخ اچ 8 و بعد از رخ 8 پیاده توی د 8 وزیر میشه سفید میبرد. پس میفهمه که سوار رو نمیتونه حفظ کنه و اینجا شوکه میشه. علیرضا هم از برتری زمانیش استفاده میکنه. بهترین حرکت اینجا وزیر د 8 بود که بیای اون بزنه با وزیر، مثلا با شاه پس بگیری، شاه جای امنی باشه. شاید شاه آشیش هم اینجا بد نبود. شاه خیلی مهمه که جای امنی بره، پناهگاه داشته باشه. سیاه فکر میکنه مثلا شاهش اینجا امتر، شاه میذاره 3-7 که یک اشتباه، اینجا شاهش اینجا اصلا امنیت نداره. اینجا سفید ده سر رو بازی میکنه، میگه رخت رو برو عقب و سیاه میره عقب. اینجا علیرضا یه حرکت باحال بازی میکنه، میزنه تو 3-8، میگه اسب، میتونست وزیرم بیاره ولی خب اسب میاره، حرکت باحالیه، با وزیر میزنه و اینجا فیل به خونه F6 میاد. سفید الان اگر دقت کنید فیل بسیار قدرتمندی رو داره، شاه سیاه هم ضعیفه، خیلی برتری نداره و این زمان سیاه کمه، کم کم از این برتریش استفاده میکنه. رخ وارد H7 میشه، بازم وزیر F8 بهترین حرکت بود با طرح اینکه وزیر رو به D6 برسونه که این کار رو نمیکنه. G5 رو بازی میکنه، از این پیاده دفاع میکنه، میگه اصلا پیاده نوش جون داداش، وزیری دو میخوام بیام تو E6، کی پیاده خواست؟ ما اصلا به مال دنیا اهمیت نمیدیم. اون خیلی اهمیت میده. G4 بازی میکنه، وزیر میره توی E6، از D6 رخ H8 وزیر B7 فیلی 5 آچمزی دائم رو ایجاد میکنه، آچمزی ابدی و اینجا میل خودش بازی میکنه. حتی میتونه وزیری 8 رو بازی کنه با طرح وزیر B8 ولی میزنه پیاده، میگه اینو بده من، اینم بده من، میزنه توی ایشون، فیل در D6 کیش، رخ چف کیش و اینجا سیاه تسلیم میشه چون این رخ رو هم با کیش میده. توی هر کدوم از این خونه ها بره وزیر با رو میزنه توی رخ کیش و بازی رو میبره. این از بازی اول. دیدیم که علیرضا چجوری زد وینسنت کیمر رو برد. بازی دوم بازم توی همین دور ششم برگزار شده، ما بین لون آرونیان و دینگلیرن. دیگه اون بازی هم مهره ها به همین شکلن. بریم ببینیم اونجا چطور بوده. 3-4 که بازی میکنه، دینگلیرن اسب رو میذاره G6، پیاده H7 رو نمیده. یکم بازی رو سریع بریم جلو. F4 سفید خونه های مرکزی رو میگیره، بازم میبینید مهره ها رو بیرون میارن. B5 B6 بازم مهره رو بیرون میاره، خط های فیل ها باز شده، وزیر وارد F2 میشه، وزیر F7. بازی تا اینجا تقریبا متعادل. سیاه اینجا اگر E5 رو بازی میکرد خیلی بهتر بود. D5 رو بازی میکنه، بد نیست، میزنه با وزیر میزنه. H4 سفید میاد که دیگه بره یه حمله خیلی قدرتمند رو ترتیب بده علیه شاه سیاه. ولی سیاه خب نباید اونجا بره قلعه، باید اسبشو بذاره D6. H5 که بازی شد اسبو بذاره F8. ولی آقای دینگیرن کلن اصلا توی فور رو فرم نیست، میره قلعه توی این وضعیت و کلن آقا این اومده بود اینجا حمله کنه به، چرا اصلا اهمیت نمیدی؟ اسبت چرا میره اونجا؟ اسب وارد ای دو میکنه، اسب فف، اسب جسه، اسب ده شیش، اسب فنج سفید میاد. اینجا باید اسب رو میزد، نمیزنه رخ رو میذاره ده هف. اصلا خطر و اینها نمیدونم حس نمیکنه، اصلا رو فرم نیستش و اینجا یه قربانی فوق العاده زیبا از سمت آقای آرونیان، بازیکنی که شطرنج شهودیش فوق العاده زیبا، یه قربانی اسب شاهکار که حالا چون این بازی ها بررسی سایت chess.com رو نداره، دوتا علامت تعجب رو بهش نداده وگرنه داره. وقتی که زد G5 حمله به شاه، خط رخ، خط فیل، فیل ها رو ببینید، توپخانه فیل ها روی شاه سیاه و این رخ داره میاد، دیگه کار تمومه. E5 میزنه، اگه با شاه بزنی وزیر 4 باید تسلیم شه سیاه، شاه رو میره عقب، وزیر رو میذاره G3، میخواد توی G7 مات کنه، اسب رو میذاره D8، میزنه توی ایشون، رخ F7 و حرکت پایانی بازی خیلی زیبا هستش. یه قربانی وزیر از آقای لئون آرونیان توی 18 حرکت زیر 20 حرکت تونست قهرمان جهان رو ببره. اگر بزنه میزنه، اگر شاه رو بذاره اینجا فیل درش هفت کیش، اگر پس بگیری حتی شاید اسبم کنیم ببریم، ولی وزیر میکنه و سفید بازی رو میبرش. از 6 بازی 0 امتیاز رو گرفته تا حالا آقای دینگیرن. و اما بازی سومی که قرار با هم دیگه ببینیم، بازی پدیده ازبک نودیر بک عبدالستاروف با ذهنیت بسیار قدرتمند در برابر مگنس کارسن. نودیر بک عبدالستاروف این دور آخر مسابقاته و
عبدالستارف با توجه به بردی که فیروز جا مقابل وینسنت کیمر داشت اومد صدر جدول. کارلسن هم توی روز اول 2-4 بود، دور پنجم رو برد شد 3-5. دور ششم مقابل کاروانا یه وضعیت کاملا برنده رو داشت ولی نتونست ببره، شد 3.5/6 و یکم هم اعصابش خورد بود وقتی اومد سر این بازی، چون اون بازی رو از کاروانا نبرد. وضعیت مهره‌ها رو هم می‌بینید که کلا به هم ریخته هستش، ولی بازم بریم ببینیم با هم دیگه. F4 جلو فیل رو باز می‌کنه خیلی راحت، سیاه G6 اون جلو فیلش رو باز می‌کنه، همین کار رو سفید انجام میده، سیاه هم همین کار رو انجام میده و یه حرکت زیبا از عبدالستارف A4 با این ترکیب وزیرش رو از اینجا بیرون بیاره. میفهمه که آقا فیل اینجا رو گرفته و این وزیر نمیتونه بیاد بیرون. کارلسن هم باید همین کارو می‌کرد دیگه، A5 رو می‌کرد که وزیر ایشون هم بیاد بیرون، ولی خب کارلسن میگه من نمی‌خوام اسو تقلید کنم، اسبشو می‌ذاره F6 و جالبه که عبدالستارف به پیش میرونه و داره این وزیر رو خفه میکنه، یعنی وزیر رو داره خفه میکنه، باید مواظب باشه. اینجا شاید 3-5 بهتر بود ولی فیلو میذاره D5 و اینجا شاید فکر کرده تعویض میکنه ولی اسبو میذاره F3، میگه نه من میخوام از این فیلت بعدن یه زمان بگیرم، این فیلت جاش اصلا اینجا خوب نیست، وقتی پیاده نداری توی مرکز اسبو میام. B5 رو بازی میکنه که یکم فضا بگیره، میزنه. اینجا کارلسن باید با آ میزد، هر بچه مدرسه شطرنج روسیه میدونه که باید رو به مرکز بگیریم، ولی کارلسن میدونه که اگه با آ بزنه عبدالستارف اسبو میذاره 3-3، وزیر در وزیرم بزنه با رخ پس میگیره و فیلش اینجا باز جاش بده، یکم وضعش بدتره. با 3 میزنه، میگه خود جلو رخو باز میکنیم، وزیرمون هم جاش بازه، اوکی. اسبو میذاره 3-3، فیل 3-6، وزیر آدو. به بازی زیبایی آقای عبدالستارف دقت کنید، میشینه به ضعف. توی شطرنج هدف شما رو ضعف حریف تعیین میکنه، به پیاده A7 حمله میکنه، A6 ضعف شد، B6 حمله به پیاده B6. باید B5 میکرد میذاش این اسب بیاد اینجا، ولی خب کارلسن میگه نه این کارو نمیکنم. میزنه با وزیر، برتری بسیار زیاد آقای عبدالستارف رو اینجا مشاهده میکنید. فیل رو میذاره D4 که این فیلش قدرتمند نشه. اسب B4 تعویض فیلها صورت میگیره، میگه اسبتو برو عقب، میره عقب، اسب وارد D4 میشه، میشینه به وزیر، تعویض وزیرها هم صورت میگیره و شاه رو میذاره D2. با استایل خاصی بازی میکنه عبدالستارف، خیلی جالب. اینجا قله نمیره، قله میرفت شاهش میرفت J1، رخش توی F1 میموند، ولی چرا قله بره؟ شاه توی آخر بازی جاش کجاست؟ توی مرکز. پس شاه رو میذاره D2. قشنگ دقت کنین 3-3 طرح رو نگاه کنین، 3-3 بازی که اگه اسبو بذاره 3-2 بره B4 به این پیاده حمله کنه. کارلسن میگه این کیه بابا؟ رخ A5 نمیذاره، A5 رو بازی کنه، میخواد رخ بذاره A1. از 3-6 رختو بردار، بده من اسبتو بابا، اسب 4 دو تا کدومو میدی؟ شاد D6 مجبوره، رخ اینجا پیاده رو گرفت از آقای مگنس کارلسن. کارلسن میگه بابا این کیه؟ این که من خودم اینا رو مردم اجرا میکردم، داداش چیکار داری میکنی؟ کارلسن میاد یکم اسبشو اینجا یه کارایی بکنه، بلکه اشتباهی بکنه، اسبو میذاره H1، میگه حالا شاید یه اشتباهی چیزی، میگه بده من بابا، بده من. میزنه H5 میرونه و جناح شاه رو باز میکنه، قرار رخش از این ستون بیاد توی بازی. کارلسن میزنه، اعصابش خورد بود از دست این آقای عبدالستارف، برمیگرده. نگاه کنید دقت رو، اصلا هیچ فرصت پیاده B2 رو که بهش نداد، میگه آقا وایسا من میخوام شاهمو بیارم اینجوری. رخ برمیگرده H3، پیاده رو نمیده، تعویض پیاده ها به نفع سیاه، به همین دلیل کارلسن میاد یه تعویض رو انجام میده، میزنه شاهیسه کاملا سیاه سفید برنده است. شاه میذاره F3، میخواد رخو بره H5، رخ وارد میشه، میزنه رخ اینجا، رخ کیش، شاه G2، رخ کیش، و اینجا جاییه که آقای عبدالستارف تقریبا اشتباه رو مرتکب میشه. شاه رو میره H3، تنها جایی که اشتباه میکنه تو این بازی. شاه باید به F3 برمیگشت، بعد رخ D3 کیش، بالاخره باید میومد توی E2، پیاده G رو میداد و بعد از رخ در F5 و برگشت رخ به H5 سفید برتری خیلی خوبی داشت. این که میبرد یا نه دیگه باید بازی میکرد، من کجا بدونم میبرد یا نه، ولی سفید خیلی شانس بالای بردی داشت. ولی شاه رو میذاره H3، یهو شاهش جاش بد میشه، میزنه و بعد از رخ در F5 شاه میره D6. حالا این پیاده 3 ضعیفه، سیاه اگه بیاد این رو بگیره میتونه بره دنبال کسب برد. رخ میره E5، رخ D2 میخواد از طریق D3 بیاد، چون اگه میذاش C2، اگه رخشو میذاش C2 سفید از E3 میومد، پس حالا میخواد جلوی اون رو بگیره. رخو میذاره E4، شاه D5 میشینه به رخ، رخ میره E7 و رخ D3 اومد، این پیاده ضعیفه رو گرفت. حالا درسته دو تا داری من یکی، ولی این پیشرفته تره. شاه G4 میگه خب حالا میخواد در نهایت این رخ رو بزنه توی این پیاده و این دوتا پیاده رو برونه. رخ وارد E3 میشه، همه چی اوکیه. رخ D7 کیش، شاه اینجا، رخ میاد توی خونه D4 و اینجا جاییه که آقای مگنس کارلسن توی تنگ زمان که نیست، 15 دقیقه وقت داره، حریفش توی تنگ زمانه، اشتباه بدی رو مرتکب میشه. اگه شاه رو میذاشت 3-5 این بازی مساوی بود. آخر بازی میایم بررسی میکنیم که شاه 3-5 چجوری بازی مساوی بود. کارلسن میرونه و حالا F5.
حالا نکته اینه که این رخه میتونه بیاد اینجا، حالا شاه میذاره 3-5، حالا رخه میره D8، رخ E4 میخواد رخ رو به خونه 3-4 بذاره، شاه H5 پیاده رو میخواد برونه. اگه رخو بذاری 3-4 رخ برمیگرده D1 حالا و بعد میاد 3-1 و نمیشه. خب چیکار میکنه؟ رخو میذاره E5، G4 پیاده ها رو میرونه، شاه 3-4، رخ میاد توی D1. ببینید کارلسن زرنگه، میخواد رخ کیشو با رخ اینجا جواب بده، ولی خب رخ برمیگرده 3-2، رخ میاد اینجا، شاه D3 و اینجا نکته ای که وجود داره میزنه F6 و سفید این دو تا پیاده داره. رخ هم نمیتونه اینجا بره پشت پیاده چون گرفته شده، پس مجبور بیاد اینجا و اینجا به راحتی پیاده ها رو میرونه آقای عبدالستاروف و بعد از G6 اینجا کارلسن تسلیم میشه چون شاهش نمیتونه وارد اینجا بشه. اگه میتونست مثلا رخش چه میدونم F6 بود اینجا و نوبت سیاه هم بود شاه رو به F5 میذاشت، بازی مساوی میشد، ولی نمیتونه چون شاه رو بره توی ستون F جلو رخش رو میگیره. اگه شاهی پنجم بازی کنه خب F8 بزنی میزنه و G7 G8 وزیر و میبره. حالا اونجایی که بازی مساوی بود اینجا بود، اینجا رخ D4 و اینجا با شاه 3-5 بازی میشد. حالا فرقش چیه؟ رخ که میرفت D8 حالا 3-3 F5 اینجا سیاه میتونه هم رخ 1 داره هم رخ 2 داره. بعد از رخ 2 یکم سخته، حالا من با وجود اینکه انجینم دارم خیلی سخته. اوکی بذارید من فرقش رو متوجه بشم. خیلی خوب، خب 3-3 F5 شاه 3-5 رخ D8، خب اینجا هم میشه رخی دو بازی کرد، پس چیه فرقش؟ یعنی کلا بازنده بوده. خب شاه 3-5 و سایت چست رخ D8 3-3 خب همونه که F5 خب همونه، باور کن رخی دو رخ 3-8 کی شاه D4 نه باخته، این باخته. من فکر کردم عبدالستاروف اصلا نه باخته بازی. رخی 5 شجش نه کار تموم اصلا. رخ هم بذاری 3-5 میزنه با کیش وزیر میکنه سفید، نکته اینه با کیش وزیر میکنه و این بازی رو میبره سفید. پس منم اشتباه فکر میکردم، اصلا عبدالستاروف اشتباه نکرده ها. نمیدونم حالا شاید جاهای دیگه میتونست مثلا اینجا چه میدونم اینجا رخ D3 شاید بازی رو مساوی، ولی اینجا چیزی که کامپیوتر میگه شاه 3-5 اینجا میگه شاه 3-5 رخ D8 چجوری میخواد؟ خب 3-3 رو میگه بازم، مثلا شاه B4 رو میبازی دیگه، F5 داره، هر کاری کنی F5 هستن. 3-3 F5 رخ E1 فرقی نداره بازم F6 میبره سفید میبره. پس چرت و پرت میگه کامپیوتر، زیاد نریم تو بحرش. پس بازم میبرد، خیلی کارش درسته آقای عبدالستاروف، از کامپیوتر هم قوی تر بازی میکنه، بازی رو برد. حالا بریم جدول مسابقات رو با هم دیگه ببینیم چه اتفاقاتی افتاد. در دور پنجم همونطور که دیدین کارلسن دینگ رو برد، کاروانا زد گوکش رو برد، عبدالستاروف وینسنت کیمر مساوی، آرونیان و فیروزجا مساوی. دیدیم که علیرضا وینسنت رو برد، کارلسن کاروانا گفتم مساوی شد. بازی آرونیان دینگ لیرن رو هم دیدیم که توی 18 حرکت زد قهرمان جهان رو مات کرد. عبدالستاروف زد گوکش رو برد. دور آخر کاروانا آرونیان رو برد، عبدالستاروف مگنس رو برد، دینگ علیرضا مساوی شد. علیرضا فکر کنم دلش سوخت، گفت بذار یه مساوی بازی کنیم دیگه، حوصله نداشت. وینسنت کیمر هم آقای گوکش رو برد. حالا بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده، ریزالتس رو ببینیم چه کسی صدر جدوله. خب حالا صدر جدول عبدالستاروف این مسابقه رو فتح کرد. این یه مسابقه دستگرمی بود، اینم براتون بگم حالا میفهمین چرا دستگرمی بود. کیمر دوم، کاروانا سوم، فیروزجا چهارم، مگنس پنجم، گوکش ششم، آرونیان هفتم، دینگ هشتم. حالا مسابقه وارد بحث جدیش میشه. تا اینجا سریع بود، همه چی سریع اوکی، ولی از این به بعد دیگه بازی ها میشه فکری و حذوی. چجوری؟ نفر اول که آقای عبدالستاروف هستش، فوق العاده قدرتمند، میخوره به دینگ لیرن، به قهرمان جهان. ببین مسابقه رو فتح کرده، خره بخوره به دینگ لیرن. مثلا شاید اول مسابقات هم میگفتن خب کاش توی حذوی به وینسنت کیمر میخوردیم مثلا، یا چون آرونیان یه مدتی خیلی رو دور نیست شاید به آرونیان بخوریم، ولی خب عبدالستاروف الان خورده به دینگ. دینگ نیم امتیاز گرفته، ایشون 5.5 توی این جدول 3 تا مساوی فقط داشته، مقابل کیا، مقابل کاروانا و وینسنت کیمر و آرونیا، مقابل این 3 تا مساوی کرده، بقیه رو برده. چه قشنگ بازی کرده. حالا نودیربک دینگ با هم دیگه بازی دارن مسابقات حذوی، فکر کنم دیگه دو بار با هم دیگه بازی میکنن، یه سفید سیاه فکر میکنم اینطور باشه، اگر اشتباه میکنم بگید. خب وینسنت کیمر میخوره آرونیان، کاروانا میخوره گوکش و علیرضا میخوره کارلسن. بله
آقای کارلسن که باخت اون بازی رو کار رو سخت کرد. البته اگرم میبرد باز چهار مساوی میکرد، اگر میبرد که فرق میکرد اوضاع. چرا اگرم میبرد باز چهار و نیم میشد، احتمال داشت بازم به علی، خیلی احتمال زیاد به علی رضا میخورد در هر صورت. پس علی رضا کارلسن به همدیگه خوردن و واقعا میشه گفت عبدالستارو فوق‌العاده بود، وینسنت کیمر هم با توجه به ریتینگش فوق‌العاده بوده. کاروانو هم که روز آخر زد ستا رو برد، اومد بالای جدول، 4.5 امتیازی شد، یا نه 2.5 امتیاز گرفت توی روز آخر، خیلی خوب بازی کرد. و این هم از این مسابقات. حالا وارد بخش حذفی میشه و باید ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. آیا همین بازیکن ها میرن بالا؟ بازی علیرضا کارلسن پیش بینی بخوایم بکنیم، من میگم عبدالستارو میزنه دینگ رو میبره. حالا شاید دینگ برگرده دیگه، الان کسی بخواد رو دینگ لیرن شرط بندی کنه واقعا. ببین میگن قهرمان جهانه، ولی خب بنده خدا دیدین چه جوری با آرونیان باخت. وینسنت کیمر، آرونیان، من همیشه میگم آرونیان آقا، طرفدار بازیکن قدیمی ترم، ولی خب عبدالستارو دینگ رو میبره. گوکش، کاروانا، علیرضا، مگنس، امیدواریم بالاخره شمشیر آتشین علیرضا بزنه کارلسن رو ببره. میگم علیرضا، ببینیم چی میشه. خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو رو اومدین، امیدوارم که لذت کامل رو برده باشین، چیزهایی رو یاد گرفته باشین. اگر اینطوره با لایک و کامنت هاتون مثل همیشه از من حمایت کنین. ببخشید اگر گاهن جواب نمیدم، واقعا چشمهام نمیکشه، یعنی امروز نصف روز رو نمیتونستم ویدیو ضبط کنم، یکم ویدیو دست شما دیر میرسه چون خیلی سخته دیگه، هم کامنت جواب بدی، هم حالا کانال لذت شطرنج انگلیسی رو هم قراره دوباره راه اندازی کنم و دوباره ویدیو بذارم، اونجا هم با ما خواهید بود احتمالا. خیلیاتون حالا اونایی که زبانشون یکم خوبه میتونن اونجا هم با ما باشن، امیدوارم که اونجا هم بتونیم لذت شطرنج رو برای مردم برمقام بیاریم و شما هم لذت ببرید از شطرنج و زندگی.